رسانه‌های داخلی ایران از گسترش شیوع ویروس کرونا از استان‌های جنوبی به مناطق مرکز و شمال کشور خبر داده و نوشتند موج پنجم کرونا که از مدتی پیش درباره آن هشدار داده می‌شد بالاخره از راه رسید. مهدی آرامی گزارش می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها دو برابر شدن شمار شهرهای قرمز در نقشه کرونایی طی 24 ساعت گذشته نشان دهنده وجود موج پنجم کرونا در ایران است. دکتر کاظم عطاری پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن به صدای آمریکا میگوید برآورد مسئولان از شیوع موج کرونا غیر واقعی است و وزارت بهداشت ضعیف عمل کرده است. اگر به طور خلاصه بخوایم ما ارزیابی واکنش‌های دولت و اقدامات دولت در مقابل این همه‌گیری کرونا رو تعریف بکنیم، میشه گفت شعار، وعده و در واقع شونه خالی کردن از اجرای برنامه‌هایی که میتونست پیشگیری بکنه و جان مردم رو حفظ بکنه. این در حالی است با توجه به قدرت بالای سرایت گونه دلتای ویروس کرونا و مقاومت آن نسبت به واکسن، پوشش واکسیناسیون در کشور نیز بالا نیست و این میتواند به وضعیت خطرناکی در روزهای آینده منجر شود. به استناد دانشگاه آمریکایی جانز هاپکینز، تنها کمتر از 2% مردم ایران در مقابل کرونا کاملا واکسینه شدند. دکتر عطاری همچنین میگوید مافیای دارو یکی از عوامل ایجاد بحران فعلی است و همزمان درباره کارایی واکسن‌های کرونا ایرانی نیز تردیدهای وجود دارد. واقعیت این است که تا زمانی که مافیا دست انداخته باشه به این سیستم بهداشت و درمان، اجازه نمیده که برنامه‌ریزی درستی برای این موضوع صورت بگیره. ماها واکسیناسیون کشور و ورود واکسن به بهانه‌های مختلف از جمله معطل موندن برای تولید واکسن داخلی معطل موند و در وضعیت مبهمی قرار داشت. بعد از اون، حتی بعد از اینکه تایید شد واکسن تولید داخل، هم می‌بینیم باز هم این در شرایطی نیست که بتونه نیازهای داخل رو برآورده بکنه و علارغم اینکه هنوز کارایی خودش رو به اثبات نرسونده، تا الان بیش از 200,000 دوز وارد سیستم و چرخه درمان نشده. بر اساس آمارهای رسمی، مجموع جانباختگان کووید 19 در ایران به بیش از 84,000 نفر رسیده است، آماری که منابع مستقل درباره درستی آن تردید دارند. مهدی آرامی، سرای آمریکا.